درود بر همینان ارجمندم، شاهین نژاد هستم، در برنامه دیگر از برنامه های زرتوش در خدمت شما هستم. این بار تنها بدون دوستان و هماندیشانی که برخی هفته ها با هم برنامه رو داریم. دلیلش این است که دو مورد رو میخوام با شما در میون بگذارم که دو مورد بسیار مهمه. از این رو فکر کردم بهتر اینه که مستقیم با شما صحبت بکنم. دو مورد رو خدمتون خواهم گفت و امیدوارم که توجه و عنایت ویژه شما رو نسبت به این دوتا مطلب مهم بتونم جلب کنم. نخست، بحث بسیار مهمی است در پیوند با راه اندازی یک کمپین به نام یادآوری نسل کشی ایرانیان در سالروز جنگ قادسیه. جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی که من و دیگر دوستان هماندیشان درش مشغول فعالیت هستیم و جنبشی است ایرانگرا و فرهنگی برای زنده نگه داشتن خاطره بسیار تلخه ولی در این حال عبرت آموزه. شکست ایران ساسانی از اعراب مسلمان و قتل و غارت نیاکان ما در ایران و به خاک و خون افتادن بسیار از هممیهنان و به کنیزی برده شدن بسیاری از بانوان و به بردگی گرفته شدن بسیار از مردان و کودکان باید مناسبتی رو تعیین میکرد که بشود در زمینه این حمله بسیار اثرگذار اسلام به ایران صحبت بشه، گفتگو بشه، بحث بشه و خیلی از مسائل ناگفته یا کم گفته شده گفته بشه. از این رو سالروز قادسیه رو مبنا قرار دادیم و 16 تا 19 نوامبر، 3-4 روزی که جنگ قادسیه در جریان بوده در تاریخ میلادی که برابر با 25 تا 28 آبان ماه هست، بنابراین داریم که به پیشواز این روزها برویم، 25 تا 28 آبان، و نسل کشی ایرانیان رو که واقعا یک جنسایده و قابل مقایسه است حتما با نسل کشی ارمنی ها در عثمانی و یا نسل کشی یهودی ها در آلمان در جریان جنگ دوم جهانی رو مقایسه میتونه با اونا بشه. و چون تاریخ دورتری است و چون ما به عنوان یک ملت ایران تو این زمینه مقدار کمکاری کردیم، الان زمینه رو مناسب میدونیم، حساسیت های مردم بیشتر شده، توجه مردم بیشتر شده و میخواهیم که یادآوری کنیم و یادآوری مستند و مستدل بکنیم که گرفتاری ما، گرفتاری 40 ساله فقط نیست، ما از زمانی گرفتار شدیم 1400 سال پیش که میهنمون، فرهنگمون، اندیشمون، آیینمون دستخوش دستبرد، آسیب و تا حدی هم از میان رفتن توسط مسلمانان مهاجم به ایران شد. حمله اسلام به ایران درسته که مانند حمله مغول به ایران یا حمله اسکندر به ایران یا حمله ازبک ها به ایران در صده های دیگری از تاریخ کشورمون خرابی و ویرانی بسیار و کشتار بسیار به همراه داشته، ولی افسون بر اون به طور ویژه در مورد حمله اسلام به ایران، ما جدا از نسل کشی یا جنساید با یک فرهنگ کشی هم روبرو هستیم. کمر تمدن ایرانی در 1400 سال پیش شکست، با کمر شکسته 3-4 سده دیگر هم دوام آورد. برای همینه که ما 4 سده پس از اسلام، پس از قادسیه، درخشش ستاره تابناکی مثل فردوسی رو میبینیم، ولی آنچه که از جان این تمدن دیرینه و ریشه‌دار و ژرف و غنی باقی مونده بود، شوربختانه به مرور تحلیل رفت، چیز زیادی ازش بر جایی نموند و در نقاطی از تاریخ 1400 ساله، 1000 ساله اخیر ما دست کم گاهگاهی جرقه های زده شد
و کوشش های بسیار جست و گریخته ای برای یک نوزایی ایرانی، یک رنسانس ایرانی، یک رستاخیز ایرانی صورت گرفت. هیچگاه زمان مانند امروز مناسب برای برکشیده شدن دوباره فرهنگ ناب ایرانی، آیین ملی ایرانیان، اندیشه های زرتشت و هر آنچه که ارزنده است و هر آنچه که سازنده است و هر آنچه که آبادگره و هر آنچه که خردگراست در ایران نبوده. این الان بهترین فرصت، همچین هنگامی، همچین فرصتی رو ما نداشتیم و این بزنگاه تاریخی رو نباید دست کم بگیریم. هدف ما و دوستان در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی از راه اندازی این کمپین یا نهضت یادآوری نسل‌کشی ایرانیان و فرهنگ‌کشی ایران توسط مسلمانان رو به دو دلیل در حقیقت داریم گرامی می‌داریم یا داریم ازش یاد می‌کنیم، بخوام درست بگم. نخست اینکه می‌خوایم که به هممیهنان بگیم، ثابت کنیم، نشان بدیم، یادآوری کنیم که ما 1400 سال است که شکست خوردیم و اگر می‌خوایم که روی پایمون بلند بشیم و دوباره روزهای تلخی، سالهای تلخی رو مثل این 40 سال گذشته تجربه نکنیم، باید با یک رستاخیز ایرانی بیرون بیام از لاکی که اسلام بر دور ما کشیده و فضایی که در کشور ما یا در جامعه ایرانی چه درون مرز چه برون مرز ایجاد کرده. باید اندیشه های ایرانی رو بر بکشیم، خردگرایی رو، دادگستری رو، آبادگری رو، رواداری و دهشمندی رو، آزادگی رو و آزاداندیشی رو، و از این رو چاره‌ای نداریم جز اینکه دوباره از نو ایرانی بشیم. پس یکیش کاربرد کاملا درونی جامعه ایرانی است. یکی از اون دو دلیلی که ما کمپین 25 تا 28 آبان سال روز قادسیه نسل‌کشی ایرانیان و فرهنگ‌کشی رو به اصطلاح راه اندازی کردیم، و دلیل دوم دلیل بیرونی است، یعنی به بیرون از جامعه ایران مربوط میشه. در چند دهه گذشته خب بخشی از جامعه اسلامی به کشورهای غربی اومده، در چند سال گذشته به ویژه به خاطر جنگ‌های خاورمیانه، واسه شرایط خاصی که حکم فرما بوده در خاورمیانه، در افریقا، حتی در شبه قاره هند و تا حدی هم آسیا جنوبی شرقی، جمعیت قابل ملاحظه از مسلمانان اومدن به غرب. خب خیلی از اینا مشغول زندگیشون هستن، بی‌آزارن، هستن دنبال زندگی خوبن. خیلی هاشون هم اومدن و در حال صدور اسلام و کوبیدن پرچم اسلام در کشورهای غربی هستن. خب طبیعتا نظام سرمایه‌داری در غرب هم به خاطر اینکه میخواد سرمایه‌هایی رو از عربستان، از قطر، از کویت، از اینجا اونجا جذب بکنه، جلوی این صدور اسلام کوتاه میاد. برای همین شما میبینید که تعداد مساجد روز به روز بیشتر میشه، تعداد شمار افرادی که چهره اسلامی دارن، حالا یا نظر لباس پوشیدن یا از نظر خود صورت و چهره، خیلی بیشتر میشه. تا حد زیادی در بعضی جاها مثل انگلستان دادگاه شرعی رو انداختن و به هر حال یک تصرف عدوانی رو دارن انجام میدن بر غرب، به ویژه اروپا که خب زودتر هم آغاز کرده. نگرانی هایی در اروپا درباره این در حقیقت تصرف عدوانی یا تجاوز نامحسوس به غرب توسط اسلامگرایان، بنیادگرایان حس شده و برخی دارن به مرور موضع میگیرن. ما فکر میکنیم که باید به مردمی که در مغرب زمین هستن تجربه خودمون رو منتقل کنیم، بگوییم که چقدر با قیافه مظلوم و با ظاهر موجه اسلامگرایان میتوانند در کشور شما ریشه بدرونند، میتوانند فضا رو برای خود شما تنگ کنند، میتوانند حتی اگر قدرت بگیرن نفس کشیدن رو برای شما قدغن کنند. و این دلیل دیگری است که میکوشیم
تجربه تلخ 1400 ساله خودمون رو با بخشی از ملت‌های میزبان در غرب که خودشون حساس شدن و نگران آینده کشورشون هستن در میون بگذاریم. از این رو از شما بینندگان، از شما شنوندگان و هممیهنان ارجمند درخواست میکنیم که کلیپی که بعد از سخنان من پخش میشه رو با دقت ببینید و بکوشید این پیام رو منتشر کنید در جامعه. اگر که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید، اگر این کلیپ رو دریافت کردید، لطفاً منتقل کنید، بگذارید که آگاهی رسانی مفصلی در جامعه انجام بشه. اگر که خود کلیپ رو به فارسی یا انگلیسی خواستید ببینید، می توانید تشریف ببرید به تارنمای ما iranianrenaissance.com. در iranianrenaissance.com این کلیپیه که بعد از صحبت‌های من پخش میشه. این ویدیو کلیپ رو می توانید دوباره ببینید و لینکش رو برای دوستان بفرستید. کوشش کنیم در کنار هم اینو تبدیل به یک کمپین ملی بکنیم. این حق ماست که انقدر این صدا رو بلند کنیم و انقدر امسال و سال آینده بر این طبل بکوبیم و خاطره جانبازی و در حقیقت مظلومیت نیاکان خودمون رو چنان به جهانیان بشناسونیم که امیدوار باشیم همچنان که نسل‌کشی ارمنی ها در عثمانی جهانی شد و همچنان که هولوکاست، کشتار و تبعیض نسبت به یهودی ها در آلمان هم کاملا تبدیل به یک شناخت جهانی شد ازش، ما بتونیم نسل‌کشی ایرانیان رو به عنوان یک ملت قربانی در برابر هجوم اسلام در جهان معرفی کنیم و این رو جا بیاندازیم. من حیفم اومد که وقتی در مورد حمله مسلمانان به ایران سخن میگم، یکی دو تیکه از تاریخ‌های صدر اسلام رو، نسبتاً تاریخ‌های صدر اسلام مثل تاریخ مثلا یعقوبی یا تاریخ طبری رو نخونم که در ارتباط با انگیزه های مسلمانان برای تاخت و تاز به ایران و تصرف ایران شهر تاریخی بوده. تبلیغات جمهوری اسلامی و حتی اندکی پیش از اون توسط برخی از این اسلامگرایان کم نبوده که بله، مسلمان ها برای صدور اسلام به ایران رفتن و آدم های مؤمنی بودن و زاهدان شب بودن و شمشیر زنان روز و از این داستان ها. اصل قضیه دزدی بوده. سپاه اسلام برای گرفتن غنیمت، برای به اسیر گرفتن زن و بچه مردم در ایران حمله میکنه. به خاطر جنگ های دراز مدت ایران و روم و اینکه هر دو دولت بزرگ به فتور و ضعف افتاده بودند به خاطر جنگ های طولانی، مسلمان ها، حکومت مدینه این تشخیص رو داد که موقع مناسبی است، هنگام مناسبی است برای حمله به ایران و روم، و این کشورها ورشکسته بودند، شکست خورده بودند، تو جنگ خودشون هم دیگر تضعیف کرده بودند. جریان مفصل من در کتابی که از کتابای خودم به نام نشیبی دراز است پیش فراز، تمام این جریانات رو با توجه به تاریخ‌های صدر اسلام و تاریخ‌های رومی و چند منبع ارمنی در حقیقت بازسازی کردم، کل اون چند دهه حمله اعراب مسلمان به ایران رو. ولی حیفم میاد که به یکی دو تا نکتهش الان اشاره نکنم. در هنگامی که جنگ قادسی هنوز آغاز نشده، مسلمان ها ترس به جونشون افتاده و میخوان جبهه رو رها کنن و برگردن برن، نمیخوان با سپاه ایران ساسانی روبرو بشن. در اونجا من از کتاب نشیبی دراز از پیش فراز میخونم که خودم باز رفرنس دادم اینو به تاریخ طبری، برگردان از آقای ابوالقاسم پاینده، جلد 5. ببینیم سعد بن ابی وقاص فرمانده اعراب رو به لشکر اسلام چی میگه. میگوید سعد بن ابی وقاص به سربازان مسلمان میگوید: این میراث شما و وعده پروردگار شماست که آن را از 3 سال پیش به شما روا کرده است. 3 سال داره اشاره میکنه به سالهایی که دستبرد میزدن میامدن مناطق مرزی ایران، روستاها و دهات رو
غارت میکردن و چون دولت مرکزی در ایران اصلا پاشیده بوده فرصت چندانی نبوده که برن و این به اصطلاح مهاجمین مسلمان رو کیفر بدن و تنبیه کنن. میگوید این میراث شما و وعده پروردگار شماست که آن را از 3 سال پیش به شما روا کرده است و تا کنون از آن میخورید و میگیرید و مردمش را میکشید و از آنها باج میگیرید و اسیرشان میکنید و این به سبب کار جنگاوران شماست. سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در قادسیه قشنگ داره میگه، میگه از اموالشون میخورید، اجناسشون رو میگیرید، مردمشون رو میکشید، از اونها باج میگیرید و این به سبب جنگاوری شماست، به سبب اینکه شما دست به شمشیر بردید و نترسیدید. الان هم پیجه په نترسید. خب داره میگه تو 3 سال گذشته سپاه اسلام در مناطق مرزی ایران چه کردید. در جای دیگر میگوید این بار نه سعد بن ابی وقاص، عاص بن عمر. عاص بن عمر در میان سواران عرب حرکت میکنه و برای اینکه اونا رو تهیج به جنگ کنه این سخنران رو میگه. میگوید این دیاری است، منظورش ایرانه، این دیاری است که خدا مردم آن را به شما حلال کرده و 3 سال است که شما از آنها بهره ها میگیرید که آنها از شما نمیگیرند و شما برترید و خدا با شماست. اگر پایمردی کنید و چنانچه باید ضربت بزنید، اموال و زنان و فرزندان و دیارشان از آن شماست. میگه تو جنگ سستی نکنید، به مسلمان ها میگه نترسید، اگر خوب شمشیر بزنید هم اموالشون هم زنانشون هم فرزندانشون هم دیارشون وطنشون مال شماست. و اگر سستی کنید و فرو مانید و خدا شما را از این بلیه نگه دارد، این قوم یکی از شما را باقی نگذارند که بیم دارند مایه هلاکت آنها شوید. میگوید اگر که خوب نجنگین و ایرانی ها را شکست ندید، ایرانی ها یکی از شما را زنده نمیگذارند. این هم از تاریخ طبری بود، جلد 5 برگه 1707. این گونه هست برای تهیج سربازان اسلام در جبهه علیه ایرانیان، اینها دارن وعده زن و بچه ایرانیان رو میدن، وعده اموالشون رو میدن، تصاحب زمین هاشون رو میدن. اصلا انگیزه انگیزه ایمانی نیست، اصلا صحبت ها تو این مایه نیست و اصل قضیه غارت و دزدی و چپاول و دست اندازی به جان و مال مردمه. در جای دیگر من میبینم که باز از تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری میتونیم بخونیم. من باز یه بخشی رو میخونم براتون. در شب دوم قادسیه جنگ میدونه 3 روز کشید. در شب دوم که بهش میگفتن لیلت الحریر، شماری از بزرگان سپاه عرب از جمله قیس ابن عبد یخوس و اشعس ابن قیس و عمر ابن مهدی کرب، اینا سخنرانی کردند و چه گفتند؟ گفتند مبادا، به سپاهیان اسلام دارن میگن، این بزرگان عرب به اصطلاح، مبادا اینان یعنی پارسیان در کار خدا از شما کوشاتر باشند و مبادا اینان از شما به مرگ بی‌اعتناتر و در جانبازی بی‌باکتر باشند، در این کارزار از آنها سبقت گیرید. این نشون میده که ایرانی ها با دلاوری و با دلیری بسیار جلوی سپاه اسلام جنگیدند. اینگونه نبوده که شما یه سری آدم بیروحیه و آدم ترسو رو به جبهه برده باشید. وقتی داره میگه اینا از شما بیباکتر دارن میجنگند، مسلمان ها رو نکوهش میکنه که چرا کوتاه آمدید، چرا نمیتونید خوب شمشیر بزنید، اگر میخواید مال و جان و زن و بچه‌شون رو بگیرید باید بزنید بکشید، وگرنه کشته میشید. اینی که خوندم خدمتتون تاریخ یعقوبی بود، ترجمه از محمد ابراهیم آیتی جلد 2. ولی باز بعد میگردم به طبری، این مطلب خیلی جالبیه، من از مرجع ذهب اصلا براتون بخونم. مرجع ذهب مسعودی یکی دیگه از مورخین مسلمان، ایشون می‌نویسه 30,000 کس از ایرانیان با زنجیر و ریسمان به یکدیگر بسته شده بودند و به نور و آتشکده ها سوگند خورده بودند که از جا نروند تا پیروز شوند و یا کشته شوند.
مروج الذهب، برگردن از ابوالقاسم پاینده، جلد یک، برگ 675. ایرانی ها 30,000 تا خودشونو در جنگ قادسیه میبندن پیاده نظام ایران با زنجیر و به نور و آتشکده سوگند میخورن که یا پیروز میشیم یا کشته میشیم اینجا. من موقعی که دبیرستان میرفتم در ایران، یک تبلیغات بسیار زشت و غیر منصفانه ای میکردن این اسلامگرایا، این برنامه سخنرانی میکردن، حتی فکر میکنم تو کتاب درسی هم بود، مطمئن نیستم، ولی اینجا اونجا زیاد میگفتن و مینوشتن که ایرانی ها نمیخواستن جلو سپاه اسلام بجنگن، برای همین اینا رو با زنجیر به هم بسته بودن، که این یک دروغ بزرگه. همچنان که دیدی در تاریخ مسعودی مروج الذهب، ایرانی ها خودشون با زنجیر یه پای همدیگه رو به همدیگه میبستن، به این معنا بود که اینجا گورگاه ماست، یا میمیریم یا مثل دیوار آهنین وامیستیم و دفاع میکنیم و پیروز میشیم. زنجیره 7 متری بود که مچ پای همدیگه رو یه پا رو میبستن، که به معنای عهد کردن و بر سر موضع باقی ماندن بود، وگرنه کسی که روحیه نداره و به زور آوردنش جبهه که به اهورامزدا و به آتشکده ها سوگند نمیخوره که یا بکشه پیروز بشه و یا کشته بشه. اینها تبلیغات بسیار سو و منفی بود که جمهوری اسلامی و کلن اسلامگرایان انجام میدادن برای سالها، برای اینکه اینگونه ما بیاندیشیم و بپنداریم که نیاکان ما آدم های فرومایه و ترسوی بودن، و یا اینگونه فکر کنیم که اسلام وقتی وارد ایران شده مردم به استقبال رفتن، آغوششون رو برای مسلمان‌ها باز کردن و با شاخ گل از اینا استقبال کردن. این دروغ‌ها رو خیلی کوشیدن به خورد ما بدن. من فکر کنم مشارکت همه ما ایرانیان در این کمپین یادآوری قادسیه، نسل‌کشی ایرانیان و فرهنگ‌کشی در ایران توسط اسلام میتواند پاسخ درخور و سزاواری باشه به تبلیغات زشت و مسمومی که اسلامگرایا با توجه به اینکه قدرت رو در کشور ما تو این سالا در دست داشتند انجام دادن، علیه ایرانی، علیه زرتشتی و علیه هر آنچه که مال ما بوده و بخشی از هویت ما به شمار می آمده. بنابراین هر آنچه که می توانید در شبکه‌های اجتماعی در این مورد بنویسید، پخش بکنید. همچنان که گفتم خدمتون، 16 تا 19 نوامبر برابر با 25 تا 28 آبان که سال روز نبرد قادسیه است، و به این منظور ما یاد و خاطره از میان رفتگانمون، پدران و مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگامون رو در 1400 سال پیش گرامی می‌داریم و می‌خواهیم که به نسل کنونی ایران یادآوری کنیم که گرفتاری ما و گره کور تاریخ ما 1400 سال پیش خورده شده و باید این گره رو باز کنیم امروز و دوباره از نو ایرانی بشیم، و نمیتوانیم ایرانی بشیم اگر هنوز دست و پامون در همون گرفتاری هایی که تو این 1400 سال برای ما ایجاد کردن گیر بکنه و خودمون رو نتونیم نجات بدیم. کلیپ رو با هم نگاه بکنیم و بعد در خدمتون برنامه رو پی میگیرم. سپاسگزارم.